با بوسه هایم تک می زدم. من دست های تو را در چین دانم مخفی نگاه داشتم. تو در گلوی من مخفی شدی. سبحانه پنهانه منی وقتی که نیستی. من چشم های تو را هم در چین دانم مخفی نگاه داشتم. نحرم کنند اگر همه می بینند که تو نگاه گلوگاه پنهانی منی. آواز من از سینم که بر می خیزد از چین دانم قوت می گیرد. می خوانم می خوانم می خوانم تو خواندن منی. باران که می وزد سوی چشمانم، باران که می وزد، باران که می وزد، تو شانه بزن باران که می. یک لحظه من خودم را گم می کنم، نمی بینمم. اگر تو مرا نبینی من کیستم که ببینم؟ من نیستم که ببینم، نمی بینمم. معشوق جان به بهار آغشته منی، اگر تو مرا نبینی من هم نمی بینمم. آهو که اور روی سینه من می افتد، آهو که اور، آهو که او، او که او، تو شانه بزن. و بعد شیر آب را می افشاند بر ریش من و اور روی سینه من او می افتد و شیر می خورد. می گوید تو شیر بیشه بارانی منی، منی، و می افتد. افتادنی که مرا می افتد، هنگامه منی، هنگامه منی که مرا می افتد. آغشته منی، معشوق جان به بهار آغشته منی، تو شانه بزن. اگر تو مرا نخوابانی من هم نمی خوابانمم. می خوانم می خوانم می خوانم، اگر تو مرا نخوابانی من هم نمی خوابانمم. می خوانم. خونم را بلند می کنم به گلوگاهم، می خوانم. خونم را مثل آوازی می خوانم. نحرم کنند اگر همه می بینند که تو نگاه گلوگاه پنهانی منی. اگر تو مرا نبینی، اگر تو مرا نخوابانی من هم نمی بینمم، من هم نمی خوابانمم. زانو بزن بر سینم، تو شانه بزن. پاهای تو چون فرق باز کرده از سر زیبایی به درون برگشته بر سینم، تو شانه بزن زانو. من پشت پاشنهایت را چون میوه دوقلو میبوسم، میبوسم. هر پایت را در رخت خواب عشق جداگانه میخوابانم. بیدار میشوی میخوابانم. ببین آری، ببین تو مرا، ببین تا ته ببین، زیرا اگر تو مرا نبینی من هم نمیبینمم. با وسعت نگاه برگشته به درون، به درون برگشته تا ته ببین، تو شانه بزن. اگر تو مرا نخوابانی من هم نمی خوابانمم، نمی بینمم. اگر تو مرا، حالا بیا تو شانه بزن زانو. من هیچگاه نمی خوابم، از هوش می روم. دیروز رفته بودم، امروز هم از هوش می روم. افتادنی که مرا می افتد، هنگامه منی که می افتد، معشوق جان به بهار آغشته منی، منی، منی که مرا می افتد. و می روم از هوش می، منی، اگر تو مرا، تو شانه بزن زانو، منی از هوش می. و من دو تا شعر دیگه هم می خونم. یکی از اینا، من گرفتاری دارم با این عینک، بدن که می افته اینجا، من یه صدای خیلی عجیب غریب تو دماغی پیدا میکنم، در حالی که قبلا هم تو دماغی بوده، حالا تو دماغی تر داره میشه. علت این که این شعر رو میخونم، تصوری که از شعر چند صدایی گفتم دارم به اون دلیل. اسم این شعر هست هه. حالا خواهید دید چرا. یکی از مسائلی که برای من مطرحه سینه آدمه، نفسی که داره. شعر با ابزارهای صوتی سر و کار داره.
این ابزارهای صوتی چیزهای جسمانی هست. به همین دلیل احتیاج هست که اگه وزنی هم وجود داشته باشه، این وزن سر و کار داشته باشه با ابزارهای اصلی جسمانی صوتی آدم، یعنی جایی که اصلا تمام روح انسان، نفس انسان، روان انسان سر و کار داره با اون، و از همه بیشتر زبانش. مخصوصا من این شعر رو به این دلیل میخونم که تعدادی از همشهری های آذربایجانی من هم یعنی اینجا هستن. همیشه ما گورستان های نو می آفرینیم، اما دل مرا ببین که در گرو گورستان های کهنه است که گورهاشان در خاک غربال می شوند. زمان کشیده جهان را به توبره و ناگهان کسی از راه می رسد هزاره دیگر و بر مزار سنگی و سقفی و نام و نشانی می افرازد و در برابر آن دو دست بر سینه به سنگ می نگرد می گرید شبیه من. دفع دل من از آن گورستان ها به رقص برخواهد خواست، حلم حلم حللم لم حلای حل 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 حل، و با زبان و چشم بومی من می گرید چرا که گریه اصالت دارد در این زبان در این دو چشم. حلم حلم حللم لم حلای حل 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 حل. و گچتی بو گچه گچتی کمید بل بلدی و یا که بیر گلدی گل حلای حل 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 حل. یپش گلومدان اگر کفلسن گلوم سن اگر، حلم حلم حللم لم یپش علمدن اگر. و ناگهان کسی از راه میرسد شبیه من، گوال چلان اخیان باخچالار دا داغ ات اینده باغن دبینده سنین احسوی تاپنده او احسی باسنده باغرنا گیزلین. Dilim dilim diyen ey heyf olmuşum yazığım. Güzel dilim nece bağrımda yandı lap küle döndü. Şebihi men, şebihi men. Zaman keşide cehan ra betubre. Zaman keşide cehan ra betubre. Yapış kolumdan eger keflisen gülüm sen eger. Kucakladım. Ne güzelsen dedi demem ben ölüm. Dedi ne sende ölüm var ne vardı mende bölüm. Ve ağladı, kan ağladı. Elehti gözlerin aygül kızıl yine elenir. Senin bu yaşları bilen canım kana belenir. Dedi demem ben ölüm, dedi demem ben ölüm. Dedim yapış, yapış kolumdan eger keflisen gülüm sen eger. شبیه من. حلم حلم حللم لم حلای حل 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 حل. حلم حل ها بو چنگی رودکی چالسن، بلوچون اغلو ده گلسین اون ازلی قیچکی چالسن، و هشتارن ده شهریار آلسن منم یانمده اتورسون، و پاوه زابوله گسیم و بلخ تبریزه گلسین، و چلگوال سسی گخسن و چلگوال سسی گلسن، و اوندا من دیرم ها هله هلم هلم هله هل هل. و ایندی من دیین اولدی و ایندی من دیین اولدی. چلانلارم منه باخسن، باغن دیبینده او احسی باسنده باغرما گیزلین. و ایندی من دیین اولدی، قان آلادوخ هممز، قان آلادوخ. دفع دل من از آن گورستان ها به رقص برخواهد خواست، دفع دل من از آن گور. و گوش کن تو به این توپراخ هزار سال،
صدای چلغی از این ویران هزار سال. یکی به سینه فشردکس کهنه ای از صورت ترا ته باغ گریست و های های شبیه من هزار سال. حلم حله هه ددم ددم دد گرگد دخ دخ هممز و ال 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 وردخ و یلارن همسن باغلادخ هزار سال. هممز قنالادخ هممز هزار سال. حلم حله هه همان بچه. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم، بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی. تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت اوریان نگاه هم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت، بوی اقاقیا و لمس خزه در عمق آب های جنون آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهرگ ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطلهای آب غسل جماعت می کرد در روز، در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همی، مثل همین تو که در یک هما شرا. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. دوستان 20 دقیقه انتراکت خواهد بود و در بخش دوم آقا شما لطفونه هم شعر بخونید هم بپرسید پاسخ بدید. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. اصلی ادبیات معاصر ایرانو در محدوده زمانی که در اینجا داریم صحبت کنن، پیش از اون البته ازشون استدعا میکنیم یکی دو شعر بخونن. قبل از شروع هر دو این بخش ها من از آقای دکتر بهرانی خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا، چون از بنیاد فرهنگ افغانستان آقای دکتر شور هدیه ای برای ایشون آوردن از طرف بنیاد فرهنگ افغانستان که میخوان تقدیمش کنن. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر شور شما هم میدید. خیلی ممنون.
آقای دکتر اسدالله شهور از بنیاد فرهنگ افغانستان. بخیر. با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، برای ما شخصا جای مباهات است که امروز استاد بزرگوار را از نزدیک زیارت میکنیم که یک عمر است که با نامشان و با آثارشان آشنایی داریم. یک اصل مسلمی است که اشخاص بزرگ به محدوده خاص جغرافیایی تعلق نمی داشته باشند، به قوم و ملیت خاصی تعلق نمی داشته باشند. اشخاص بزرگ میراث مشترک بشریت هستند، افتخار مشترک بشریت هستند. و ما با کمال افتخار ایره یادواری میکنم که آثار استاد، مخصوصاً دو اثرشان در زمینه نقد ادبیات، قصه نویسی و طلا در مس، از مدت ها کتاب به اصطلاح هندبوک هر روشن فکر افغانی و هندبوک هر اهل ادب و شعر و دانش و فرهنگ بود و روی می اصل بود که حدود 14-15 سال پیش ارتش افغانستان این کتاب ارزشمنده به تیراژ بسیار وسیع در هنگری چاپ کرد و در افغانستان پخش کرد و کتاب طلا در مس تأثیر بسیار عمیق و گسترده سر ادبیات نو افغانستان داشته که هیچ کس از این منکر نیست و بر ما مردم افغانستان که ما به نمایندگی از بنیاد فرهنگ افغانستان در حضور شما قرار دارم، با کمال افتخار یاد میکنم که استاد مثل که افتخارات گذشته ما در زمینه علم و ادبیات مشترک است، استاد هم و مال ایران طرف نمیدانیم. هر فرد روشن فکر افغانستان چون با نام و آثار استاد آشنایی دارن، استاد همچو قلب و مردمک چشم خود گرامی میداریم و تشریف آوریشان به تورنتو خوش آمدید میگویم. امیدوار هستیم که هدیه بسیار ناچیز و ناقابل ما را با بزرگواری خود بپذیرند. تشکر از استاد. با تشکر از جناب آقای دکتر شهور و از ابراز لطفشون، من حقیقتش اینه که یه تعداد زیادی از این کتاب طلا در مس و یه وقتی انتشارات زمان چاپ کرده بود و ما هممون اونجا در همون سال مثلا 57-58 در حیرت بودیم که افغانی ها چرا اینقدر به طلا در مس علاقه دارن و من در جاهای مختلف هم البته دیدم اخیراً این مقاله‌ای که من درباره چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم که نوشته بودم که 3-4 سال پیش از این چاپ شده بود، یک دوست شاعر افغانی دیگه من آقای پدرام که من پیش آقای شاملو باهاش آشنا شده بودم، ایشون به من گفت که یه نامه ای نوشت که اینجا در افغانستان یه آقایی پیدا شده و گفته که براهنی که گفته چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، براهنی از راه شعر مدرن برگشته و الان غزل و قصیده میگه و به همین دلیل بهتره که شعرهای افغانی هم به تبع او شروع کنن به شعر چیز. و بعد دو نفر از دوستانش رو مأمور کرده بود، چون ایران با افغانستان ارتباط پستی نداره، مأمور کرده بود که برم به پاکستان و از پاکستان نامه‌ای رو که خود پدرام نوشته بود برای من بفرستن که بعد من این کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم رو براشون فرستادم که تا اینکه بدونن که قضیه غیر از اون چیزیه که اون شخص به اصطلاح بیشتر سنت پرست به الغا کرده در افغانستان.
فکر میکنم که افغانستان بخش اعظم مخصوصا فارسی زبانهای افغانستان علاقه شدیدی به ادبیات مادرم و ادبیات خودشونم البته هست و امیدوارم که هرچه زودتر این بلاهای عجیب غریبی که از هر سو بر سر افغانستان باریدن گرفته این خاتمه پیدا کنه و ما این رفت آمد خیلی ساده و عادی بین ما شروع بشه و همچنین نگارش متقابل و خیلی هم تشکر میکنم از آقای دکتر شور. یک چیزی بین شماها داره الان میچرخه و دارم بله؟ بله چشم، ولی شعرهای من یه مقدار سوال برای خودم و چون برای خودم سواله جوابهاشو از شما میخوام. بعد از خوندن این آخرین شعر سوالمو از حضرت عالی میپرسم. گاهی اتفاق میفته که یک وقتی که شعر گفته میشه یه چیزی به ذهن میرسه، مثل یه آگاهی اولیه، و بعد ذهن اونو بی آنکه به اصطلاح بیاره رو کاغذ اونو حذف میکنه. اگه ما بخواییم که به اصطلاح منحنی ذهن خودمون رو به وسیله در شعر بنویسیم چه اتفاقی میفته؟ شعری که الان در خدمتون هست و به صورت فوتوکپی خدمت شما داده شده، من فکر کردم که این شعر رو در حالی که صدا نمیرسه، شعر نرسیده، برای همه امکانش نبوده دیگه، البته یه مقدار اون پشت هست. من شعره رو میخونم. حالا بگو میگویم، دور درخت های تو چرخیدم، آتش گرفتم، حالا تو نیستی، میبوسمم. نام مرا تو گفته بودی، حالا میگویمم. و رنگ چشمهای تو را روی پوستم پوشیدم، میلیسمم. من ظاهری ندارم، دنیا بداند من انتزاع جهانم، شوخی نمی کنم، میبویمم. این قطعه قطعه شدن را چون قطعه قطعه نمیداند که قطعه قطعه شدن در چیست، از روش میپرم و بعد میپرانم و بعد میپرانمم. وقتی که می پرانمم یک جفت ماه مثل دو لنگر متساوی از پاشنهایم می آویزد. شاهین چشم ترازوی هستم که خواب وزن جهان را قیغاج می رود. وقتی که آنها مرا می بینند می بینمم که می دیده می شوم از توی سینه سینه آنها. شکل تو می شوم. رحمم خورشید را به سوی شکفتن می پرتابد
و مادیان سرخ در عمق یالهای بدخشانش می پروراندم، با کاسه های خواب می پروراندم، اونجایم پروار می شدم، می پرورانمم، من نیستم که دارم، زاییده می شدم که دارم و عنکبوت را دارم و رابطه دارم، بین ستاره ها دارم و عنکبوت بین ستاره ها من را به شکل رابطه ها می تند و عنکبوت خطش بزن، بی عنکبوت می تنم و می تنانمم، دیگر مرو مرا مبران، من برده منم حالا که رنگ چشم های تو را پوشیدم، مثل گدا در کوچه قدیمی دنیا نشستم، حالا دارم کرا تو را دارم، بگو دارم، و کهکشان که رهگذر جان بود دارم، این شعر نیست دارم، گوش تو شاعر است، من شاعر ختم بزن، حالا دودنگ هنجرم سیتار میزند و آستینم دف میزند و رهگذر دیگر نمیگذرد، راه میگذرد از رهگذر، گوش تو شاعر است، بشنو صدای گوش خودت را، بشنو، می خوردم که مرا می خوردند، زیرا که می خوردند مرا که می خوردم، من رنگ چشم های تو را پوشیدم تا اینکه کاملا برهنه راه رفتن سبزم را در چشم های عالمیان لیسیده باشم، شعر گذشته را بلعیدم، با پشت رنگی گره انگشت های بهشتیم دف های بلعیدن شعر گذشته و امروز را می نوازم و انتزاع جهانم می لیسمم، پایان خوب خیشتنم، آقا و ارباب گفته هایم هستم، می گویم میگویانم، میگویمم، میگویانمم. حالا برای خواندن اول بر روی دست هایتان بیستید، در یک گلابی وارونه من شما را افتادم، در چهار راه چهل بار 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 بار، من دوست داشته بوده بوده بودم، خطش بزن زدم، من دوست بوده بوده بودم، خطش نزن، دیگر به ذهن من تو نمی آیی، تو هستم، رفتن نمی توانی از من، اگر بروی از من، من می شوم خودم، خطش بزن زدم، اگر بروی از من، من نیز می روم از من، من می دوم که تا بشوم تو، خطش بزن، من و تو با هم تویی، حتی اگر بروی از من، رفتن نمی توانی از من، از سر رابطه هامان گذشته ایم، این شعر نیست، دنیا شبیه دیکته غلطی در پشت سر اصلاح می شود، از روش می پرم و سر سینه های زبانیت در سینه، حافظ خطش نزن، یا مولوی خطش نزن، یا شمس نه خطش نزن که سینه اش به وسعت آفاق است، اما به من چه، خطش بزن، حالا خطش بزن را، خطش بزن، از خیشتن متولد شدم چون موج کز آب، آیا کسی از آن جهان گذشته من را به سوی خیش طلب کرده؟ نه، چون من منم و بر نمی گردم به سوی آنها، و 6000 سال کشمش فرهنگ را در جیبهایم ریختم، فرهنگ را، خطش بزن، زدم، حالا بگو، می گویم، تنها وقتی که گوش تو صدای گفتن من را خاموش می کند، من مشتی از آن 6000 سال کشمش را روی زبانم می ریزم، کشمش را، خطش بزن، زدم، حالا بگو، می گویم، زیرا که من خودم خودمم، من از مزار خودم برخواستم، از جشن هنجره با شعله برخواستم، دندان به روی سینه می فشرم، می خوانم، مادر، خطش بزن، صلب پدر، خطش بزن، من تارهای صوت خروسم و صبح میزنم و از کنار لوزه من یک پیام میگذرد، دیباچه بلند دیوان هنجرم را از گوش عالمیان میخواناند، دنیا به شکل هنجرهی پاره میشنود، فریاد میزند بشکف، فریاد میزند بشکف، فریاد میزند بشکف، 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 حالا چرا جدا شده اید از من؟ حالا پیام می رود از هنجره بریشه گفتن، حالا زبان گوشتیم گوشت محبت آواز می شود، بشکف صدای صدایت باش، هر کس که نشکفیده حالا بلند شود، بشکفت،
دستور سینه من این است، دستور لنگر و زانو و سینه و بازو این است. حالا بیا مژگان چشم درد مند مرا با بوسشانه بزن، اما به پا لبت نسوزد، زیرا هستم تو هستم، هستم تو هستم را مستم. دیگر مرا نخوابان، بگذار بیدار باشم، با چشم های سفیدم حیران تو. از این مزار بوی زمین می آید، حالا پیام روی بالش لوزه خابیده است و تارهای هنجره مثل نسیم می گذرند. بگذار بگذرند. دور درخت های تو چرخیدم، نام مرا تو گفته بودی، لازم نبود بفهمم چرا نام مرا تو گفته بودی. حالا فقط میگویمم، هستم تو هستم تو مرا هستی را مستم. میگویمم میگویانم من هستم، من خطم بزن زدم. حالا بگو میگویم ابدی را گفتم زدم که. در دهه 40 من یه 10 دقیقه این به اصطلاح صورت کلی مسائلی رو که به ذهنم میرسه خدمتتون عرض میکنم، بعد آماده هستم برای تمام سوال هایی که دوستان دارن. به نظر من اگر در ادبیات ما 2 تا دهه رو با یه فاصله نسبتا کم بخوایم که با هم دیگه مقایسه کنیم، یکیش دهه 40 در ادبیات و یکی هم دهه 60. اهمیت یک دهه به چیه؟ به اینه که در یک دهه یا در هر دوره یا عصری، در صورتی که عناصر جدیدی به ادبیات معرفی بشه و یا عناصری که در گذشته در ادبیات وجود داشته اینا متحول بشن به صورتی که با گذشته اون فرم ها یا با گذشته اون شکل ها و زبان ها ارتباطشون نه به صورت قطعی قطع شده باشه، بلکه تحول و دگرگونی خیلی خیلی جدی به وجود اومده باشه، طبیعیه که باید ببینیم که چه چیزی ممکنه که چه اتفاقهایی افتاده باشه، چه پدیده هایی ممکنه که به وجود اومده باشه. در دهه 40 به طور دقیق 4 تا جدی به ادبیات ایران معرفی میشه. یکی از اونا عبارت است از توجهی که قاعدتاً باید به قبل
فرقاد داشت که ما سر و کارمون نباید با در هیچ مسئله‌ای با پدیده‌های غربی باشه، گرچه خودش یکی از غرب زده ترین آدم‌ها بود. بدانیم که به طور کلی میشه آل احمد رو یکی از بچه‌های رنسانس به حساب آورد. ولی اعتقاد آل احمد در نقد ادبی بیشتر یک نوع نقد ادبی امپرسیونیستی بود، یعنی اون چیزی که آدم به اصطلاح تأثیری میذاره، یه اثر ادبی، و با داده های خاص خودش راجع به اون حرف میزنه. ولی آل احمد یه چیزی رو از خارج به نقد ادبی در واقع تحمیل میکرد، اونم این بود که یه اعتقادی داشت و میگفت که این اثر ادبی با اعتقاد من جور در میاد یا جور در نمیاد. آل احمد از این نظر تحت تأثیر اون بخش از چپ بود که به طور کلی دوست داشت که محتوای اجتماع رو در داخل ادبیات به یه صورت خاصی ببینه. ولی در این حال یک نقد ادبی دیگه‌ای هم ضرورت داشت، اونم این بود که خب شما نمیتونین در نقد ادبی مسائل اصلی رو کنار بذارین و بعد بپردازین به موضوعاتی که موضوعات فرعی نقد ادبی هستن. یعنی شما حتما باید شکل‌ها رو تعریف می‌کردین، فرم‌ها رو تعریف می‌کردین، فرق بین گذشته و امروز رو تعریف می‌کردین، سنت رو تعریف می‌کردین، ادبیات جدید رو باید تعریف می‌کردین، فرم‌ها و ژانرهای مختلف ادبی رو باید تعریف می‌کردین، اجزاء مختلف ادبی رو باید تعریف می‌کردین بر اساس داده‌های اصلی، بر اساس تعریفی که می‌دادین می‌اومدین و روشن می‌کردین که اثری آیا اثر ادبی هست، اثری که نوشته شده اثر ادبی هست، اثر ادبی در سطح عالی هست یا نیست. در نتیجه با تعاریفی که از به صورت تئوریک از آثار ادبی می‌دادین و ساختارها، اون موقع ما می‌گفتیم ساختمان و ساختمان‌های ادبی می‌دادین، اون وقت می‌اومدین یک اثر ادبی رو بر اساس اون داده‌های تئوریک میسنجیدین، به جای اینکه بر اساس داده‌های محتوایی اثر و بر اساس داده‌های اجتماعی یا تاریخی اثر بسنجید. طبیعیه که نقد ادبی اون دوره هم بخشی از این محتوای اجتماعی و تاریخی رو درون به اصطلاح ذات ادبیات میپذیرفت. در نتیجه یک گفتمان جدیدی که به ذهنیت ایرانی به طور کلی معرفی شده در دهه 40 عبارت است از به اصطلاح دیسکورس و یا بحث یا قال و مقال به اصطلاح نقد ادبی. یک مسئله که بازم در همون دوره به صورت فوق العاده جدی به وجود اومد و در واقع شکل خیلی جدی خودش رو از پایان دهه 30 و بعد در از آغاز دهه 40 به صورت جدی خودش رو نشون داد، موضوع تئاتر. الان اینجا دو نفر از کارگردان‌ها و به اصطلاح نویسنده‌ها و در این حال بازیگرهای خیلی برجسته و در واقع 3-4 نفر از بازیگرهای برجسته کشورمون اینجا هستن، ولی من هیچ وقت یادم نمیره که بار اول نمایشنامه فقیر غلام حسین ساعدی رو به کارگردانی یه استاد آمریکایی به اسم پروفسور کویمبی و با بازی آقای جعفر والی که الان اینجا تشریف دارن در همون سال 40-41 این اثر اجرا شد و به نظر من اگر بشه به صورت جدی گفت که تئاتر به صورت روشنفکریش، تئاتر به صورت یک ساختار جدی ادبی مطرح شد، از همون به اصطلاح آغازهای این گونه آغازها شروع شد و طبیعیه که با میتونیم خیلی برگردیم به چند سال قبلتر و از اونجا شروع بکنیم بیاییم. ولی مسئله اساسی آغاز تئاتر
که سه نفر بزرگترین نقش رو در نوشتن این آثار تئاتری داشتن، یکی روانشاد غلام حسین ساعدی که با مظلومیت تمام در بیمارستان پاریس مرد، و دومی دوستان و سروران بزرگ اکبر رادی و بهرام بیضایی که هستند و امیدوارم سالها زنده باشند. و ولی این رو به طور کلی به عنوان نگارش تئاتر جدی به صورت متمرکز با اون همه کارگردان و بازیگر، ما مرهون کارهایی هستیم که در دهه 40 شد. این به اصطلاح سه تا مسئله است. مسئله دیگه که به نظر من شاید از هر سه اونها اهمیتش بیشتره، با وجود اینکه یکی از اونها مربوط میشه به خود من، یعنی مسئله نقد ادبی، ولی علت این که میگم اهمیتش بیشتره اینه که در اواسط در دهه 40، در آغاز دهه 40، یکی در آغاز دهه 40 و یکی هم در پایان دهه 40، ما شاهد دو تا حرکت فوق العاده جدی ادبیات از طریق نویسندگان و شاعران زن ایران بودیم. یکیش فروغ فرخزاد که به طور کلی زبان زن ایرانی رو در شعر باز کرد و تا به امروز اون زبان باز مونده و امیدوارم که تا پایان جهان باز بمونه، و دوم سیمین دانشور که با نوشتن سبوشون اولین تصویر خیلی خیلی جدی از یک زن ایرانی رو در سبوشون در زری نشون داد. آغازهای جدی به اصطلاح بحث درباره ادبیات زنها در همون دوره شروع شد، ولی در دهه بعدی این قضیه اهمیت فوق العاده زیادی پیدا کرد، طوری که یکی از پدیده‌های خیلی جدی ادبیات دهه 60 و بعد از انقلاب عبارت است از ادبیاتی که به وسیله زنهای ایران نوشته شده، قصه ها، رمان ها و شعرهایی که به وسیله زنها نوشته شد. من به اون چهار تا اشاره کردم، میام به دهه 60. در این حال که شما باید در نظر بگیریم بهترین شعرهای شاملو، بهترین شعرهای خود نیما، حتی بخش اعظم شعرهایی که چاپ نشده بود، بهترین شعرهای اخوان، بهترین شعرهای فروغ فرخزاد، بهترین شعرهای اون شعرهایی که به اصطلاح نسل خود منو تشکیل میدن و از دهه 40 اشخاصی مثل آتشی، رویایی، آزاد و بقیه دوستان در همون دوره شروع شد و بعضی هاشون تا به امروز ادامه دادن و بعضی ها تا به امروز ادامه ندادن و یا در وسطای راه فوت کردن و در میان ما نیستن، ولی به هر طریق دهه 40 در این حال به طور متمرکز به شعر پرداخته. در دهه 60 یکی از مسائلی که به نظر من خیلی مهمه و من دوست دارم که روش تأکید بکنم اینه که ما تقریبا 1100 سال به طور متمرکز ذهنیت شاعرانه داشتیم. درسته که در بعضی مراحل ما دچار دوره‌های خیلی طولانی فترت شدیم، مثلا از دوران سبک هندی تا زمان شعر سیاسی مشروطیت و بعد از اون شعر جدی نیما و بعد از او، ولی ذهنیت ایرانی تا قبل از 22 بهمن ذهنیتی شناخته می شد که بیشتر دوست داره که روی ساختارهای سنکرونیک و ساختارهای همزمان کار بکنه که اساس به اصطلاح شعریت شعر رو تشکیل میده. درسته که در شعر هم یه مقدار حالت دیاکرونیک وجود داره،
و در بخشی از شعرها مثلا فرض کنید که خمسه نظامی یا شاهنامه فردوسی یا حتی در قصیده حرکت از یک به اصطلاح یک آغاز به یک وسط و یک پایان وجود داره و بعضی جاها حتی اثر بیشتر به صورت یک نوع ساختار ارسطویی به اصطلاح نگاشته شده و حتی حالتهای تراژدی که گهگاه مثلا ما میبینیم در کارهای فردوسی از دور قابل مقایسه با بعضی تراژدی هایی که در گذشته خیلی دورتر در یونان و اینا نوشته شده، ولی به طور کلی ذهنیت ایرانی یک ذهنیتی بوده و البته هنوز هم هست که ذهنیت شاعران است. ولی یعنی یک حرفی گفته بشه که استتیکش برای همه زمانها و با یه حقایق خیلی خیلی گنده سر و کار داشته باشه و بیان یه جوری باشه که انگار معماری بیان برای همه زمانهاست، یه همچون حالتی وجود داشته. ولی وقتی که ما میرسیم به دوره انقلاب، اولا یک بازگشت خاصی پیدا میشه نسبت به دوران گذشته. یعنی ریشه های اصلی انقلاب و ریشه های اصلی انقلاب ادبی پیش کشیده میشه. اونم اینه که ببینیم نثر چی داره به ما بگه، ببینیم نثر به چه شکلی مسائل خودش رو عنوان میکنه. به همین دلیل ما میاییم میبینیم که در دهه 60 هم یه دفعه فوران عجیب رمان در ادبیات فارسی پیدا میشه، به شکلی که این فوران در عصرهای گذشته به اون صورت پیدا نشده بود. به همین دلیل به یه معنا میشه گفت که یک دیسکورس جدید به صورت تثبیت شده به بقیه دیسکورس ها و یا گفتمان ها یا قال و مقال هایی که در ادبیات ایران مخصوصا از مشروطه به بعد مطرح شده، شکل گرفته و تثبیت شده اضافه میشه و اون عبارت است از پدیده رمان. این به این معنی نیست که شعر عقب نشسته. اعتقاد من اینه که شعر فارسی در دهه 60 و در ادامه دهه 60 تا به امروز عمق بیشتری پیدا کرده، از لحاظ تنوع فرم ها هم گستردگی و تنوع بیشتری پیدا کرده. شعرها امروز خیلی جدیتر از گذشته است، ولی اولویت اجتماعی هنر دگرگون شده، جا به جا شده. اولویت اجتماعی هنر داده شده به رمان، در واقع داده شده به فرم روایی. بعد از انقلاب به طور کلی اتفاقهایی که افتاد، مردم کشونده شدن به طرف سه نوع فرم روایی. یکی فرم تاریخ که مدام همه تاریخ میخوندن و دوست داشتن بفهمن که بالاخره مثلا اگر انقلابی شده بعد از انقلاب چه اتفاقهایی در کشورهای دیگه افتاده و بعد در خود ایران ممکنه که چه اتفاقی بیفته. در نتیجه تاریخ گذشتگان و تاریخ انقلاب‌ها و ضد انقلاب‌ها و تاریخ اتفاق‌هایی که برای هر انقلابی ممکنه که بیفته، اینو خواننده‌های ایرانی می‌خواستن که با ملحوظ نظر داشتن به اصطلاح تواریخ گذشتگان، تاریخ خودشون رو لااقل از دور بتونن راحت‌تر بفهمن. و همین دلیل تاریخ خوانی در ایران چیز شد، رواج عجیب غریبی پیدا کرد و تاریخ میدونیم که گرچه تاریخه ولی در این حال یک روایت هم هست و ذهنیت گرایش پیدا کرد به طرف روایت و این که به صورت دیاکرونیک، یعنی از یک حادثه به یک حادثه دیگه، از یه حرکت انقلابی به طرف یه حرکت انقلابی دیگه یا به طرف یه حرکت ضد انقلابی، به طور کلی چه اتفاقهایی ممکنه که بیفته. من دارم ساختار ذهنیت رو میگم، موافقت و مخالفت نمی کنم و این برای من اهمیت داره. بدن این که فکر میکنم که کسانی که به صورت
ببخشید. حرفه‌ای به مسائل سیاسی و تاریخی نگاه میکنن و من به اون صورت تاریخی و سیاسی نمیتونم نگاه بکنم، بلکه به صورت ادبی به طور حرفه‌ای میتونم نگاه بکنم، مجبورم که اینا رو به صورت ساختاری بیان بکنم. چرا تاریخ خوانی پیدا میشه و چرا کشش به طرف روایت؟ وقتی که تعداد آدم‌ها در شرکت یک حادثه بیشتر میشه، وقتی که یک حادثه چند سر داشته باشه و چند گونگی و چند صدایی، چند زبانگی داشته باشه، وقتی که تعداد جمعیت‌هایی که در حوادث شرکت می‌کنن از حوادث قبلی به مراتب بیشتر باشه، تخیل‌های مختلف از طریق روایی خودشون رو سرریز می‌کنن در کتابت. و به همین دلیل می‌بینیم که ایرونی کشش عجیبی پیدا می‌کنه به طرف خوندن تاریخ. قبلاً دلش می‌خواسته که تاریخ رو بسازه، الان تاریخ رو می‌خونه. شاید خوندن تاریخ هم به یه صورتی ساختن تاریخه، بدن این که هیچکی تاریخ معاصر ایران رو بدون دخالت دادن تخیل خودش در اون تاریخ نمیخونه. و همین دلیل خوندن تاریخ، آفریدن و بازآفرینی تاریخ هم هست و این یک نوع روایت تخیلیه، روایت تخیلیه. ما همیشه همین کار رو میکنیم. و همین دلیل گاهی ما تاریخ رو به عنوان یک نوع روایت قصوی، یک روایت داستانی میخونیم. مسئله دوم فرم فیلمه. فیلم هم درسته که داده های اصلیش به عنوان هنر سر و کارش با چیزهای دیگه است و ادبیات در واقع در فیلم حالت فرعی پیدا میکنه تا اینکه فیلم برجستگی خودش رو بیشتر نشون بده و ساختار خودش رو به رخ بکشه، تصویری بودن خودش رو به رخ بکشه، ولی در این حال هر فیلمی یک روایت. علت گنجایش فیلم در ذهن اغلب ایرونی ها و کشش اونا به طرف فیلم های خوب این بوده که ذهن به طرف روایت و به اصطلاح بنیانگذاری یک روایت جدید رفته و از این نظر فیلم ایرونی به اندازه ادبیات ایران در این دوره مهمه، گرچه مهمتر نیست. میگم مهمتر نیست، الان خواهم گفت چرا. اهمیت داره که این همه فیلم ساخته شده باشه. این هم یک فیلم به اصطلاح، یک نوع به اصطلاح فرم روایی. یک فرم روایی دیگه که دیگه به نام خودش داره صحبت میکنه و اصلا ذاتش بر اساس روایته، تمام ذهنیت نویسنده روایت رو در بر میگیره و انواع مختلف راوی ها رو به کار میگیره و شکل های مختلف روایت رو میاره در داخل کار، عبارت است از رمان. برای اولین بار رمان شخصیتی پیدا میکنه در میان آثار ادبی ایران که در گذشته به هیچ وجه به اون صورت وجود نداشته. در گذشته ما استثناهای رمان رو داریم، مثلا از دوران مشروطیت تا دوره‌ها، میشه گفت از دوران مشروطیت، یعنی به صراحت میشه گفت از دوران مشروطیت تا سالهای 45-46-47 ما رمان جدی به استثنای یک رمان 130-140 صفحه‌ای یعنی بوفکور، رمان جدی دیگری نداریم تا میایم میرسیم به سنگ صبور. و این خیلی کمه. و بعد به دنبال اون میرسیم به چند تا کار که کارهای جدیه. این کارهای جدی بعضیاش به نظر شما رسیده. در سال 48 سه تا اثر نوشته میشه: شازده احتجاب، سبوشون و روزگار دوزخی آقای عیاض. سبوشون در میاد، شازده احتجاب در میاد، روزگار دوزخی آقای عیاض تبدیل میشه به پوشال. با وجود این در جاهای دیگه در میاد. هر سه مسئله اساسیه. در همون زمان
همسایه های احمد محمود در یک حوزه دیگه در میاد. پشت سرش سه تا قصه بلند دولت آبادی در میاد در سالهای بعد از 50، و بعد پشت سرش فضا باز شده برای اینکه زبون رمان در به اصطلاح ادبیات فارسی راه بیفته. اینو باید در نظر بگیریم. هر کسی که رفت به زندان شاه با یک قصه اومد بیرون. تمام زندگی ها پر از قصه شد، ولی بیان به اون صورت هنوز قدرت پیدا نکرده بود. علتش این بود که لازم بود که حرکت زبانشناختی در جامعه ما صورت بگیره. مملکت ما مملکت زبان فارسی فقط نیست، مملکت چندین زبان مختلفه، و اینا نمیتونستن به اون صورتی که در اون دوره حضور داشتن حضور خودشونو به صورت جدی به رؤیت برسونن، و همین دلیل زبانها شروع کردن به نجوا کردن به طرف همدیگه و با همدیگه ارتباط برقرار کردن. از این نظر انقلاب 22 بهمن یک انقلاب زبانشناختیه. مسائل سیاسیش یه مسائل دیگه است، ولی یه انقلاب زبانی هم هست. موقعی که آدم‌ها به زبان‌های خودشون شروع کردن به حرف زدن و شعار دادن، این برای همه ماها فوق‌العاده مهم بود که ببینیم که ما چند تا یک مردم